با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مشارکت شهروندان در یکی از مهمترین انتخابات این کشور، گروهی از هنرمندان ایرانی آمریکایی هالیوود در کنار تنی چند از اهالی قلم و وکلای ایرانی در لس آنجلس به همت سیامک قهرمانی، مدیر و بنیانگذار جشنواره سینمای نور، در کنار هم گرد آمدند تا در اطلاعیه‌ای سایر ایرانیان آمریکا را برای مشارکت در این انتخابات تشویق کنند. On Tuesday, November 6th. November 6th. Tuesday, November 6th. Tuesday, November 6th. We go to the polls to choose our governing body on the state, local, and federal level. این دومین باری هستش که از طریق جشنواره فیلم نور داریم این برنامه رو انجام میدیم، چون هدف نور فیلم فستیوال این هستش که بتونه جامعه ایرانی رو با هم نزدیکتر بکنه و جامعه غیر ایرانی رو با جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی آشنا بکنه. ما همیشه خودمون به عنوان کسانی که اومدن اینجا و موقتی هستش نگاه میکنیم متاسفانه، ولی حقیقت اینه که زندگیمون اینجاست، بچه‌هامون دارن اینجا بزرگ میشن. خیلی مهمه که تو کشوری که زندگی میکنیم مسئولیتی که دستمون هست و obligation و واقعا privilege که داریم ازش استفاده بکنیم و بتونیم رأی بدیم و خواسته زندگیمون و آینده زندگیمون از طریق رأی دادن بتونیم به گوش کشورمون برسونیم. ساخت این اطلاعیه به همت تنی چند از جوانان علاقمند و کارگردانی سیامک قهرمانی به تهیه کنندگی جشنواره نور انجام پذیرفت. رأی دادن به جز رأیی که ما برای رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور میدیم، در مسائل مختلف هم رأی گیری میکنن از ملت در امریکا. نهایتاً در امریکا ایرانی هایی میتونن سناتور بشن، میتونن کانگرسمن بشن، حقوقی برای سیتیزن های ایرانی میتونه حفظ بشه و هرچی که ما بیشتر قدرت رأی دادن داشته باشیم بیشتر میتونیم تاثیرگذار باشیم در آینده این کامیونیتی خودمون. بالاخره خوب ما هم رأی باید بدیم، چرا نه؟ ما هم جزو این جامعه هستیم. همینطور که میدونین خیلی جاهای دنیا مردم حاضرن جونشون رو بدن که این پریویلیج و این واقعا رایتی که ما اینجا داریم که خیلی حق خودمون میدونیم ولی از این حق استفاده نمی کنیم. ما اینو به ما دادن مثل یه گیفته که خیلی ازش استفاده نمی کنم. A lot of Iranians who live here have been here since the revolution. گیلک میگوید خیلی از ایرانی ها از بعد از انقلاب اینجا هستند. حالا اینجا دیگه خونه اون هست. ما همه ایرانی آمریکایی هستیم و هر کدوممون صدای خودمون رو داریم. خیلی مهمه که برین و رأی بدین. البته اول باید درباره‌اش مطالعه کنین و خودتون رو براش آماده کنین. چون هر کسی که رئیس جمهور بشه روی زندگی 4 سال آینده شما تأثیر میذاره. یه نوع تمرین دموکراسی برای ما که شاید در طول سالها و قرنها و دهه‌ها یاد نگرفتیم و یکی از مهمترین فرآورده‌ها و دستاوردهای ما در خارج از کشور آشنایی با این قانون دموکراسی و آزادی است و رأی دادن به قدری مهمه که اگر که تک تک شهروندان یک کشور به اهمیت حضور خودشون و رأیشون و رأیی که میدن و اون کاغذی رو که امضا میکنن به نام هر کس فرق نمیکنه بفرستن، مطمئن خواهند بود که یک روزی حتما در مملکت دموکراسی برقرار میشه. Hi, I'm Ali Sam. I'm an actor. یکی از مسائل خیلی مهم به طور آشکارا وضع اقتصاده. امیدوارم که اوضاع اقتصاد بهتر بشه و بازار کار بیشتر بتونه استخدام بکنه خیلی کسایی که دنبال کار هستن. و مسئله بعدی که خیلی راجبش خیلی خیلی نگران هستم مسئله فورن پالیسی، برنامه رابطه امریکا با ایران هست. برای همین امیدوارم که کسی که پرزیدنت میشه کسی باشه که جنگ توی برنامه‌هاش نباشه و بتونن این مسئله رو از طریق اقتصاد، از طریق سیاسی، دیپلماسی بتونن این مسئله رو حلش بکنن. بزرگترین، مقدسترین حق یک انسان در یک جامعه متمدن حق رأی دادنه. اگر که ما رأی ندیم و در این پروسه دموکراتیک حقمون رو انجام ندیم، پس در بعدش هم هیچ حقی نداریم که بیایم و غر بزنیم بگیم این دولت دولتی نبود که ما می‌خواستیم. Roll camera. Camera speaking. This is Siamak Qahramani and the family. Take 3. مهم نیست که شما به کی رأی بدید، مهم اینه که به کسی رأی بدید که واقعا تو قلبتون احساس می‌کنید که برای آینده دنیا و برای آینده این مملکت خوب باشه. Our future depends on it. آرش راد،
صدای آمریکا، لس آنجلس.